آزادها در دومین جلسه کارگروه ویژه بررسی FATF. اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران به عنوان اکشن پلن باید در مقابل این تعهدات خودش عملیاتی بکنه و اجرایی بکنه، از نظر ما بخش از این بندها واقعا با منافع ملی کاملا در تضاد، که البته در جنبندی نهایی ما باید این رو به شکلی ببینیم. اینکه جنبندی نهایی گزارش کمیسیون به شکلی خواهد بود که ما در قالب یک طرح موضوع بحث الزامات دولت رو به رعایت منافع ملی برای پیگیری همکاری با FATF رو انجام بدیم و یا اینکه توصیه های خاصی رو به دولت داشته باشیم یا تأکیدی به سایر دستگاه‌ها داشته باشیم و یا هر گونه پیشنهادی که در ذیل گزارش میاد، باید منتظر باشیم ان شاءالله جمع‌بندی گزارش ظرف هفته‌های آینده به اتمام برسه. حمایت داشته باشن. دلیل این توافق ضد پولشوییه. اینم یه چیز عجیب و غریبیه که واقعا نمیدونم با چه جرأتی اینا برداشتن محرمانه یه سندی رو امضا کردن به نام FATF. اینا برداشتن اینا امضا کردن، اینا خلاصه دارن میخوان به عنوان مبارزه با پولشویی اطلاعات مالی و بانکی ما رو به دشمن بدن. میخوان خودمون تحریم کنیم، تحریم خودی. یعنی کیا را تحریم کنیم؟ افراد و نهادهایی را که دشمن اینا را نمیپسنده و میخواد اینا را براندازه، اینا را تحریم کنیم. سپاه را تحریم کنیم، نهادهای انقلابی را تحریم کنیم، اون کسانی که خون دادند و جون دادند و این نظام را در 8 سال حفظ کردند، اینا را تحریمشون بکنیم. اونا که در هر سینه صحنه سینه سفر میکنند و کار میکنند و جلوی دشمن میایستند، اینا رو تحریمشون بکنیم، اینا رو تحریم مالی بکنیم. خب قرارگاه خاتم رو با این همه خدمات زیادی که خیلی ها نمیدونند، اکثریت نمیدونند، بهترین خدمات ها کرده، اینا رو تحریمشون بکنیم. شما چه جرأتی دارید این کار رو بکنید؟ مجلس میخواد چی کار بکنه؟ مجلس نباید در این قضیه ساکت باشه. اون هم باز در اینجا هم حق نظارتی داره، باید مسئله نظارتش را اعمال بکنه. مسئله بسیار پیچیده و مهمیست. اگر این مسئله اتفاق میفته دیگه ما باید فاتحه خیلی چیزا رو بخونیم، تسلیم بشیم در مقابل دشمن. برای اینکه آمریکا راضی بشه اونا تحریممون میکنن، خودمونم خودمون تحریم میکنیم تا به ما میگن احسان آفرین. قدم با عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی، حساب تمامی ایرانی ها زیر ذره‌بین این نهاد میره. اطلاعاتی میدن اطلاعات ناقصیه، بعضی اطلاعات غلطه. مثلا گفتن که ما اینا فقط ضابطه میذارن، به مسئله دخالت نمی کنن. نص اسناد FATF اینه که دخالت میکنن، روی موردها کار میکنن، یعنی حساب به حساب کنترل میکنن. ماده 12 قانون پولشویی صریحا میگه که اگر دو تا کشور، ایران با هر کشور مازادات قضایی توافقنامه داشته باشه، باید اطلاعات رد و بدل کنه. اینا حد یقف نداره. این توافق با FATF با منافع تک تک ما درگیره. من حساب همه ما رو کنترل میکنه، نمیذاره پول من جا بجا بشه. مثلا مریض داره، کسی میخواد بره خارج، نمیذاره. بچهش تحصیل میکنه، نمیذاره، میتونه نذاره. پس منافع همه در خطر قرار میده. مدیر کل مبارزه با پولشویی بانک مرکزی قبلا در قبال این ابهامات تاکید کرده بود مقابل هر زیاده خواهی احتمالی قاطعانه خواهیم ایستاد. ارجمند نژاد این را هم گفته بود که اطلاعات حساب اشخاص میان کشورها مبادله نمیشود. FATF در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی است. ما در جهت همسانسازی سیستم مالیمون با سیستم مالی بین‌المللی یه سری مذاکراتی رو انجام دادیم که از جمله بحث FATF است. FATF الان داره بحث میشه در شورای امنیت، بحث میشه و نهایتاً هر چی که مجموعه نظام در این زمینه تصمیم بگیره طبیعتاً برای وزارت، نه تنها وزارت خارجه، بلکه برای مجموعه ارگان‌های نظام لازم اجرا هستش. بلا
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در بهارستان با تصویب کلیات. مجلسی ها امروز به کلیات اصلاح قانون مبارزه با پولشویی رأی موافق دادن تا از فردا بررسی جزئیات اون رو در دستور کار بذارند. مخالفان این لایحه معتقدند بندهای از این لایحه این امکان رو به دشمنان ما میده که از حساب و کتاب کشور سوء استفاده کنند. در مقابل موافقان میگن نباید از عضویت در کنوانسیون های بین المللی نگران بود. نماینده ها امروز دو مهمان هم از دولت داشتند. وزیر ارشاد به سوال نماینده مشهد درباره علت تفاوت پرداخت یارانه پرداختی به روزنامه